مصاحبه داریم با محترم محمد عزیز نهیم، یکی از شخصیت های سرشناس و بزرگ وطن عظیم افغانستان، سابق استاد کوانتوم کابل و بعدا معاون شعبه حقوق معاهدات وزارت خارجه در افغانستان و فعلا سکونت دارن بلندن. ما تشریف آوری شما را خوش آمدید میگیم از اینکه حاضر شدین و چند سوال ما جواب بدین. از شما تشکر میکنم و ما از شما ممنون هستیم که به ما موقع دادین که با هموطنهای خود با هامبورگ از طریق تلویزیون شما ملاقات کنیم. خواهش میکنم. ما قراره که میبینم شما به کنفرانس یادی صلح افغانستان و روز بین المللی زن دعوت شده بودین از لندن و به جد تشریف آوردین و با کنفرانس های دیگه هم شما رفتین. ما میخواستم سوال بکنم که شما در این مدت دیره که وطن عزیز ما باعث از دوچار مشکلات اینا بوده، شما چه فعالیت هایی را در این باره انجام دادین؟ اگر زحمت نشه در این باره بکنین. وقتی که کمونیست ها قدرت دولتی رو با کابل غصب کردن، ما وقت به سفارت لندن باعث سکرتر اول اجرای وظیفه میکنم و طبعا در نتیجه از اون در اینجا پناهگزین شدیم. واقعیتی که در افغانستان آمد برای هر افغان بسیار رنج آور بود و من عقیده دارم که بی تفاوت بودن در رابطه با مسائل افغانستان در این مدت گناهی بسیار عظیم است. باعث یک شاگرد تاریخ من همیشه به می عقیده بودم که افغانستان تسخیر ناپذیر است. هر قدرت خارجی که به افغانستان آمده بالاخره سرنگون نیست شد و در افغانستان اگر یک انسجامی می بود و یک رهبری می بود همیشه موافق می شد و اگر این حالت نمی بود گرچه دشمن می رانده مگر در نتیجه از خود ما هم وضع ما خراب می شد مثل کار است. بنابراین ما عقیده داشتم که حتما مردم افغانستان مبارزه را شروع میکنن و مبارزه را هم با زودترین فرصت شروع کنن. مگر شرایط افغانستان با آمدن روسا شرایطی بود که کوشش میشد که هر کس از جهاد مردم افغانستان به سود خود بهره برداره و کسانی که رهبری جهاد اگر شما بر ما معلومات بدین که از این کنفرانس چی نتیجه گیری شما کردین بهتر خواهد بود، یعنی کدام نتیجه میده تو کنفرانس هایی که دایر میشن مثل که با اینجا شده و یا با کنفرانس های دیگه که شما اشتراک کردین؟ اولا کنفرانس هایی که قبلا من اشتراک کردم خودم گرده هم آیی افغان هاست. بله. اگر هیچ نتیجه نده اقلا یک نتیجهش خیلیست که یک در افغان هم یک در برادر ها و همشیده ها یک دیگر خود میبینه و در نتیجه از او با یک دیگر آشنا بشه و در نتیجه تبادل افکار شاید که از این تنوع افکار شاید که چیزی برای مگر هدف از این کنفرانس که هدف سال است ما فکر میکنم که یک هدف بسیار پاک است و یک هدف بسیار روشن است و تا حال گفایی که زده شد همه آرزوهای نیک بوده و چیزی که جالب است که در این کنفرانس نظریات مختلف
منعكس شد بله سر هر موضوع سر هر طرف بدون از اینکه کدام تشنجی به وجود بیاید و هر کس تحمل و حوصله شنیدن گپ یک دیگر داره که خود از همی بسیار کلان دیگر بله بله ما شاید از یال هستیم دیگر ما فکر میکنم که مطالبی که در این کنفرانس گفته شد بس. که اگر خلاصه کنم یکی تاکید با وحدت و اتفاق است و دیگرش تاکید به این که یک وحدت ملی و یک پاسگی ملی وجوده که جلوی تفرق اندازی های قومی و لسانی و مذهبی بگیره بخاطر اینکه تا جایی که من شنیدم در داخل افغانستان این رقم اختلاف در بین توده افغانستان و در بین مردم افغانستان اختلاف موجود است این اختلافات کل توسط عناصر مخلص توسط منافع خارجی و منافعی که موجودیت افغانستان یک پاچه با باسلات بند صد منافیشان میشه اونا کوشش میکنن که تفرقه هم بزیرم مگر ما میدیم در خلال امی شش ساله که به اصطلاح دولت اسلامی روی کار آمده که تلاش های مختلف دالی نتانیست که درست است که افغانستان با حالت ملوک و طایفی آورده ما دالی نتانیست که موجودیت افغانستان به حیث یک هویت جغرافیایی از بین ببرد و اگر همی حالت سر کشورهای همسایه ما میبودی وقت از بین رفته بوده خب تشکر از معلومات شما و ما میخواستم آخرین سوال خود برای از اینکه وقت شما را هم نگرفته باشم چرا ما فکر میکنم در این مدت سه روز که اینجا هستین بسیار خسته شدین از صبح بسته خوره لگم و شما را زیادتر در بسر نداده و نظر آخری شما را درباره چگونگی آینده افغانستان میخواستم سوال کنم که چطور خواهد بود و چی خواهد شد سرنوشت مردم ما ملت ما شما چی فکر میکنید این باره اگر برای ما معلوماتی را کنید آینده افغانستان مربوط به اظهار نظر و تصمیم مردم افغانستان است تصمیم توده افغانستان است ما فکر میکنم که مردم افغانستان وظیفه و مسئولیت تاریخی خود به خاطر نگهداری خاک خود با کمال ایمانداری ایفا اونمو برهنه پایا اونمو دهی دستا و شرایط خیلی دشوار به هر جای یا پاسدار مملکت خود مملکت خود آزاد کرد و البته ما از اونا باید توقع را نداشته باشیم که سرنوشت سیاسی آینده از اون را تعیین کنند از خاطر اینکه اونا همون رسالتی که داشتن اون رسالت خود را متوجه کردن اینا وظیفه روشن فکر هست وظیفه چیز فهم هست وظیفه اینا هست که اینمی کسایی که از پول نبی ملت کمر خمیده تعلیم و تحصیل کردن کنان راه را برش صاف کنند راه را نشان و این وقتی شده میتونه که یکی دیگر خود را تحمل کنند یکی دیگر خود را با آغوش بکشند کدورت و بدبینی اگر بوده باشه او را یک طرف بردن و بالاخره در نتیجه از او ما شاید بتوانیم که یک باید به درست بر افغانستان پیش بیاریم مگر این مربوط به ایسته که چی وقت به این بسیار آرزوی ما میست و دعای ما میست که همی کار زودتر صورت بگیره ما غیر از اون ما خود ما اگرچه
خوش نمیشم که بگویم که اگر این باشه ما دیگر امیدواری را نمیبینم برای افغانستان. متاسفم. از شما یک جان تشکر که آمدین به پروگرام